به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام، خوش آمدین به یک از ویدیوهای دیگر کانال جنرال انفو. امیدوار هستم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و برای حمایت از ما کانال ما را سابسکرایب و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. ترور رئیس دیوان محکمه استیناف فاریاب. مسئولان محلی ولایت فاریاب میگویند که افراد مسلح ناشناس رئیس دیوان محکمه استیناف این ولایت را ترور کردند. عبدالکریم یورش، سخنگوی پلیس فاریاب، گفته است که حوالی ساعت 5:50 صبح امروز افراد مسلح ناشناس روی پله های مسجد بالای قاضی غلام فاروق، رئیس دیوان جزای محکمه استیناف فاریاب در شهر میمنه شلیک کردند. با گفته وی، افراد مسلح از محل رویداد فرار کرده و تحقیقات پلیس جریان دارد. همچنان در ولایت فاریاب یک آمبولانس درمان دردهای مادری شده است که فرزندش را در یک حمله انتحاری از دست داده است. مادر اسدالله هر روز به بیمارستان مرکزی ولایت فاریاب می رود و شیشه های آمبولانس را پاک می کند که زمان پسرش راننده آن بوده است. پسر این خانم یک سال پیش در حمله انتحاری در فاریاب جان باخت. ثبت 2200 شکایت استیناف خواهی در کمیسیون شکایات انتخاباتی. کابل، ننگرهار، کنر، پکتیا، خوست، لغمان و کندهار ولایت های هستند که بیشترین شکایت های استیناف خواهی را در آن ثبت شدند. روند ثبت شکایت های استیناف خواهی دسته های انتخاباتی در برابر تصمیم های دفترهای ولایتی کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی ادامه دارد و تا کنون شمار این شکایت ها به 2200 رسیده است. قطب‌الدین رویدار، یک عضو کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی، امروز جمعه 27 جدی با طلوع نیوز گفت از میان این شکایت ها 500 شکایت درباره بازشماری محل های ریدیهی هستند و احتمال دارد که تا پایان روند استیناف خواهی شمار این شکایت ها بیشتر شوند. آقای رویدار افزود تا دو روز آینده آن محلاتی که فیصله ها بالایشان صورت گرفته و بالای فیصله کمیسیون ولایتی اعتراض موجود نیست نهایی پنداشته می شود و لیستش را به کمیسیون انتخابات روان می کنیم تا کار خود را آغاز کند. کابل، ننگرهار، کنر، پکتیا، خوست، لغمان و کندهار ولایت های هستند که بیشترین شکایت های استیناف خواهی در آن ثبت شدند. کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی پیش از این گفته بود که تا روز پنجشنبه روز گذشته فهرست از محل رایدهی که به بازشماری رفتند را به کمیسیون مستقل انتخابات می فرستد. اما هنوز این فهرست نهایی نشده است. داود علی نجفی، رئیس پیشین دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات، تاکید دارد که باید فیصله های کمیسیون شکایت های انتخاباتی مو به مو عملی شود. اگر فیصله های کمیسیون شکایت را اجرا نکنند، هیچ کار به پیش نمی رود و در نتیجه انتخابات به یک بنبست جدی مواجه خواهد شد. از سوی دیگر، نهادهای ناظر بر روند انتخابات میگویند که فیصله های گوناگون کمیسیون های ولایتی رسیدگی به شکایت های انتخاباتی درباره شکایت ها همگون اعتبار این کمیسیون ها را زیر پرسش برده است. یوسف رشید، رئیس اجرایی فیفا، اظهار داشت پروسه انتخابات طولانی تر می شود. با این شکل و شیوهی که ما فعلا در این بحث قرار داریم، شاید روند بسیار وقت اضافه بخواهد و خصوصا مواردی که جنجالی بود. کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی پیش از این گفته است که روند بازشماری آرا در محل های رایدهی که درباره آن استیناف خواهی شده است
پس از بررسی های دفتر مرکزی، کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی آغاز می شود. کمیسیون شکایت آرای 1645 محل رای دهی بازشماری می شود. کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایت های انتخاباتی می گوید که قرار است روند بازشماری آرای این محل ها روز شنبه آغاز خواهد شد. کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی می گوید که بررسی های این کمیسیون نشان می دهند آرای 1645 محل رای دهی در 18 ولایت بازشماری می شوند. دبیر و سخنگوی این کمیسیون می گوید که بیشترین این محل های رای دهی در ولایت های ننگرهار، کنر و نیمروز هستند و ولایت های پنجشیر، سرپال و بغلان کمترین محل های رای دهی را برای بازشماری آرا دارند. بر بنیاد آمارهای کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی، آرای 700 محل در ننگرهار، 248 محل در کنر و 177 محل در نیمروز، 70 محل در تخار، 66 محل در غزنی، 62 محل در بدخشان، 26 محل در پکتیا، 61 محل در زابل، 59 محل در هرات، 51 محل در غور، 44 محل در پروان، 18 محل در لوگر، 43 محل در لغمان، 39 محل در کندز، 17 محل در بلخ، 6 محل دیگر در بغلان و 4 محل در سرپل، 1 محل دیگر در پنجشیر بازشماری خواهند شد. با گفته قاسم الیاسی، محمد قاسم الیاسی دبیر و سخنگوی کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی، روند بازشماری آرای این محل ها بر روز شنبه 21 جدی آغاز خواهد شد. فیصله مهمی که بوده و روی تفاوت آرا و یا مثلا خارج از وقت آرا، آرای مشکوک و یا ابطال آرا بدون دلیل، یعنی مهمترین فیصله بازشماری بوده است. در همین حال، برخی از شکایت ها در دفترهای ولایتی بلخ و هرات به علت مستند نبودن رد شدند. خال محمد محمودی از کمیسیون رسیدگی به شکایت های بلخ گفت از مجموع اعتراضات وارده که مجموعاً 199 اعتراض می شود، 17 مورد آن به بازشماری می رود. احمد الله اکسیر از کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی ولایت هرات نیز افزود 60 شکایت رفته به بازشماری و تقریبا 170 شکایت دیگری که داشتیم رد شدند. با گفته کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی، اروزگان، بادغیز، فراد، جوزجان، فاریاب، سمنگان و نورستان ولایت های هستند که نیاز به بازشماری ندارند و 8 ولایت دیگر نیز در حال تحلیل و بررسی شکایت ها هستند. کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی باید تا روز دوشنبه هفته آینده تصمیم نهایی را درباره بررسی شکایت های انتخاباتی اعلام کنند و تا کمتر از 2 هفته دیگر نتیجه بررسی هایش را نهایی و آن را به کمیسیون مستقل انتخابات بسپارد. کمیسیون شکایت بیش از 8000 شکایت جدی هستند. کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که 8473 شکایت ثبت شده در 31 ولایت جدی هستند و بررسی این شکایت ها بر سقف آرا اثر خواهد گذاشت. کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایت های انتخاباتی میگوید که دستبندی 14760 شکایت در 31 ولایت کشور پایان یافته است و گزارش های این شکایت ها به دفتر مرکزی این کمیسیون رسیده است. محمد قاسم الیاسی دبیر و سخنگوی کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایت های انتخاباتی در این باره اظهار داشت. کتگوری الف یعنی 8478 شکایت را تشکیل می دهد. در واقع روی آرای شکایت های مهم است و شکایت های به 1021 شکایت که ما می گوییم روی اشخاص است. بر بنیاد آمارهای کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی، از میان 14760 شکایتی که در 31 ولایت بررسی شدند، 3011 شکایت آن جرم های انتخاباتی، 4248 شکایت تخلف های انتخاباتی و 1371 شکایت تخطی های انتخاباتی می باشد.
دوستان عزیز، تشکر از این که تا این دم با ما بودین. برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا دیدار بعد، بدرود.